آخرین بیتی که خوندیم: برده ای از خیش و پیوند و سرشت، کرده ای در چشم او هر خوب زشت. هرچه محسوس است او رد می کند، وانچه ناپیداست مسند می کند. پس این که چیزهای محسوس یعنی چیزهایی که ما با این حواس پنجگانه بتونیم بفهمیمشون. رد می کند نه اینکه انکار کنه، بلکه میگه اساس این وجودی خودش رو بر اونها قرار نداده، بلکه مسندش یا تکیهگاهش، تو مصرع دوم میگه، چیزهایی هست که پیدا نیستن. یعنی توجهش رو از هست برده به نیستی. هست این چیزهایی هستن که پیدا و محسوس هستن، چیزهایی که ناپیدا و نامحسوس هستن رفته سراغ اونها. مسند میکند یعنی استناد میکنه، تکیه میکنه به اونها. عشق او پیدا و معشوقش نهان، یار بیرون فتنه او در جهان. خب این وسط یک عشقی هست، یک کششی هست در همه این انواع بشر. این عشق هست. این بیت مشکلی است، ببخشید من باید اینو بیشتر صحبت کنم. این عشق یعنی جذبه، یک جذبه ای ما رو همه رو میکشه. این جذبه در اصل در اثر حضور همون هوشیاری در ما پیدا شده. پس ما اون جذبه رو حس میکنیم، ولی نمیدونیم به سمت چی داریم جذب میشیم. معشوق ما نهان است، پنهان است، ولی ما جذبه ای رو حس میکنیم. این جذبه هست که ما رو به سمت چیزها میکشه. یار بیرون است از این عالم، پنهان است، ولی فتنه او در این جهان است. فتنه اینجا فتنه کلن دو معنی داره. یه معنیش همین بلوا و آشوب و ایناست، منظور اون نیست. فتنه اینجا همون جذبه است، همون کششه، همون کلمه هست که ما وقتی به یه چیزی خیلی کشیده میشیم میگیم مفتون شدیم. اون این فتنه از اون مفتون میاد، یعنی اینا هم ریشه هم با چیزی که ما رو مفتون میکنه در ما هست، منتها ما فکر میکنیم از این چیزهاست. به طرف چیزها میریم، به طرف مکان میریم، در حالی که شاید یار که ما رو میکشه در لامکان باشه. عشق او پیداست و معشوقش نهان است، و یار بیرون کششش ولی در این جهان هست روی ما. حالا دقت کنید که همینو بست میده، میگه این رها کن. یعنی حالا اون عشق به اون جذبه به اون اصل یا به اون خدا یا به اون هوشیاری رو بذار کنار، این رها کن. عشقهای صورتی نیست بر صورت، نه بر روی سطحی. میگه همین عشقهای این جهانی گفته میشه، همین کشش هایی که ما
در این جهان به چیزها پیدا میکنیم یا به افراد. پس میگه عشقهای صورتی این جهانی هم بر صورت نیست، نه بر صورت هست نه بر روی سطحی، یعنی یه خانومی. سطحی کلن از کلمات قدیمی است که بانو، جای بانو استفاده میشه. حالا اگه بانو باشه طرف، عشقش به بانو نخواهد بود، به یک آقا خواهد بود. ولی میگه هیچ کدوم این عشقها و کشش ها که ما در این جهان تجربه میکنیم واقعی نیستن. واقعی اون عشقی هست که یارش اینجا نیست ولی کششش روی ما هست. خب به اول، به اون مطالب اول جلسه ربطش بدیم اینو. این هوشیاری که میاد در ما، در ما یک کششی احساس میشه. این کشش در اصل برای زایش هست، برای خلقت هست. کاری که اون اصل کار اون هوشیاری است. هوشیاری کارش فقط خلقته، یعنی چیزهای نو خلق کردن. برای اینکه چیزهای نو خلق بشه، این جهان بزرگ پیش روی ماست و ما دائم با این اجزای این جهان رابطه های کششی برقرار میکنیم. منتها همه تون، یعنی همه ما میتونیم تایید کنیم که بسیاری از این کشش ها بعد از رسیدن به اون مطلوب میبینیم که هنوز ارضا نمیشه و هنوز ما یه کششی به یه چیزی داریم. ارضا نمیشیم با این کشش های یا با این وصل های این جهانی، هنوزم احساس نقص میکنیم. پس میگه چه عشق آن جهانی که پیداست، تکلیفش روشنه. یه عشقیست به اون خدا، به اون هستی، به اون چه میدونم هوشیاری، اون به کنار حالا. ولی مولانا میگه متوجه هستید که همین عشقهای صورتی و دم دستی این جهانیتون، کششهایی که شما رو میکشه، اینها هم اگه خوب نگاه کنید میبینید بر این صورتها نیست که کشیده شما رو. توضیح میده آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. میگه همین معشوق این جهانی که تو جذبش میشی، صورتش برجاست ولی جانش که رفته باشه تو دیگه بهش چیزی نداری. که ما مسلمان ها میبریم میذاریمش زیر خاک، اون هندوها میسوزونن، یه عده میندازن تو آب یه... ولی اگه میگه اگه منظورت اون جسم بود که هنوز هست که. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، یعنی با آن صورتی که تو عاشق شده ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای.